میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. درود بر شما. بیژن آتشینجان هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و دفتر انتشارات این حزب. 28 برنامه روزگار آلترناتیو رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. امروز قراره به هماندیشی درباره گروهی بپردازیم که میخواد پا به روند آلترناتیو سازی بذاره و با پشت سر گذاشتن مراحل سگانه تعیین هدف، گسترده تر کردن عضویت‌ها و تعیین منابع حقانیت وارد مرحله چهارم طرح پیشنهادی دکتر نوری‌علا بشه. تا الان از این مرحله به عنوان عمومی تشکیلات سازی اسم می بردیم. در ویدیویی که در ادامه خواهید دید، ساخت و ساز این مرحله شرح داده میشه و در عین جدا کردن هر جز، نقش و کارکرد اون در کل سیستم توضیح داده خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ابتدا به این ویدیو کوتاه توجه کنید و پس از اون به همراه من به اتاق مجازی هماندیشی حزب بیایید تا از بازخورد اعضای داوطلب شرکت در این بحث آگاه بشید. با ما همراه باشید. دوستان سلام. امروز دیگه میخوام وارد بحث در مورد مرحله چهارم طرح پیشنهادی من برای آلترناتیو سازی بشیم. و لازم یادمون باشه که گفتیم یک عده مصمم برای پاسخگویی به نیاز مبرم داشتن یا ساختن آلترناتیوی در برابر یک حکومت مستقر روند آلترناتیو سازی رو کلید میزنن. همونطور که گفتم از نظر من اونا لازمه که 6 مرحله رو طی کنن و در این حال این مراحل رو هم پشت سر هم و بدون پریدن از یکی به مرحله دورتر انجام بدن. به خصوص این مسئله 6 مرحله که ما بهش گفتیم اعلام موجودیت خیلی مهمه که در آخر این روند قرار گرفته باشه و اگه که این کار پس از هر یک از مراحل 5 گانه قبلی صورت بگیره، روشنی که نهاد مورد نظر ما هنوز پخته و آماده نشده و کار هم به احتمال بسیار محکوم به شکسته. عرض کردم اینها مفروضات اولیه طرح پیشنهادیه. خب اینا وارد روند بشن. این عده مصمم اول باید در مرحله اول هدف خودشون رو هم از تشکیل آلترناتیو و هم هدف قایق آلترناتیو رو تعیین کنن. بر اساس اون وارد مرحله دوم بشن و بکوشن که اشخاص موجهی رو به جمع خودشون اضافه کنن. در مرحله سوم هم از طریق هماندیشی فرمولی رو پیدا بکنن که به اونها حق میده که دست به آلترناتیو سازی بزنن و بتونن به این پرسش پاسخ بدن که شما بر اساس چه حقی دست به این کار زدین و یا حقانیت شما برای انجام چنین کاری از کجا تأمین میشه. بعد از طی کردن این 3 مرحله است که این گروه وارد مرحله 4 میشه که ما در جلسات قبلی ازش به عنوان مرحله تشکیلات سازی نام بردیم. اگه اسم کلی گذاشتیم تشکیلات سازی، اما حالا که میخوایم وارد جزئیات کار بشیم، فرصت اونه که توضیح بدیم که این مرحله خودش باید 3 نیاز اساسی و گریزناپذیر رو به دقت پاسخ بده. یکی این که توی این تشکیلات نظام تصمیم گیری چیه؟ دوم این که
تقسیم وظایف چگونه صورت گرفته و سوم هم این که در داخل این تشکیلات مسئولیت ها عرض کنم که چگونه معین شده. عرض کنم خدمتتون که چگونگی یا نظام تصمیم گیری مهمترین بخش مرحله چهارمه، یعنی در واقع یک امر واضحیه که در روند آلترناتیو سازی و مبارزه کردن برای رسیدن به یک هدف ما به طور روزمره محتاج تصمیم گیری هستیم که این ربطی به اون هدف نداره. بر اساس هدف یه نیازی رو تشخیص دادیم، باید تصمیم گیریم که در موردش چیکار باید بکنیم. البته من نمیخوام در اینجا وارد بحث تفصیلی در مورد نظام تصمیم گیری بشم و فعلا به همین اکتفا میکنم که تصمیم گیری هم دارای 7 منزل یا توقفگاهه که همگی در خدمت هدف تعیین شده ما هستن. این 7 منزل عبارتند از: اول، تعریف تصمیمی که میخوایم بگیریم یا تصمیم ما به چه پرسشی پاسخ میده. دوم، گردآوردن اطلاعات راجع به این مسئله. سوم، تشخیص گزینه هایی که این اطلاعات به ما دیکته میکنن یا میگن. چهارم، وزن کشی بین این گزینه ها و پیشبینی عواقب اجرای اونها. پنجم، انتخاب اون گزینه مناسب، که این یعنی اون تصمیم گیری. ششم و هفتم که پس از تصمیم گیری میان، یکیش اقدام به انجام اون تصمیم است و بعدی هم که هفتمی باشه بازبینی دائم پیشرفت کاره. من وارد جزئیات این قضیه نمیشم. اگه در پایان این بررسی مراحل ششگانه فرصتی بود میتونم برگردم و در مورد این 7 منزل با تفصیل بیشتری صحبت کنم. اما نکته مهم اینه که در نظام تصمیم گیری اینه که آیا تصمیم‌ها رو یه نفر میگیره و خودش یه تنهایی میخواد همه این 7 مرحله رو طی کنه، و یا لازمه این کار به وسیله یه تشکیلاتی انجام بشه که در داخل اون تقسیم وظایف صورت گرفته باشه. توجه کنیم که اگه چه این نکته بدیهی به نظر میرسه، اما اغلب و به خصوص اگر کار تحت زعامت یک شخص کاریزماتیک انجام بشه، تصمیم گیری در تشکیلاتی که ساخته میشه نه کار جمعی که امری یک نفره هستش و بقیه کارگزاران این شخص کاریزماتیک محسوب میشن. حالا که تشکیلات درست به افراد خودش اجازه اظهار نظر و حتی انتقاد میده، حالا که در محضر یک شخص کاریزماتیک بقیه اعضا کارمندا و کارگزارای اون شخص خواهند بود و همه شکست و پیروزی کار هم ناشی از مدیریت تک نفره این آدم خواهد بود. یادتون باشه در برنامه قبلی اشاره کردم که یکی از خاصیت‌های کاریزما تجمیع کارها و انحلال همه اونها در تصمیمات شخصی کاریزماتیک، و در نتیجه در صورت فقدان این شخص کاریزماتیک کل سیستم هم متلاشی میشه. امروز در بحث‌های مربوط به مدیریت و تقسیم وظایف در بین اعضا و شرکت اونها در امر تصمیم گیری تایید میشه یا تاکید میشه، چرا که این کار از یه طرف جلوی متلاشی شدن تشکیلات رو در غیاب شخص کاریزماتیک میگیره و از سوی دیگه خرد جمعی رو جایگزین خرد فرعی میکنه. و به همین دلیلی که میگم شانس پیروزی اون آلترناتیو بیشتره که در اون تصمیمات رو عده‌ای همراه با اون شخص برجستشون میگیرن. یعنی تصور یک فرد به اضافه دیگرون در هر تشکیلاتی تصور خطرناکی،
چرا که اگر اون فرد اشتباه کنه همه با اون میسوزند و اگر از بین بره کل تشکیلات در خطر اضمحلال قرار میگیره. همینجا این رو بگم که توجه کنید ما درباره آلترناتیو صحبت میکنیم نه درباره یک حزب یا سازمان سیاسی. چرا که احزاب و سازمان‌های سیاسی دارای مرامنامه و برنامه معین هستند و تشکیلات هم بر حول محور اون مرامنامه و برنامه به وجود میاد. اما در امر ساختن یک آلترناتیو داشتن یک چهره یا شخصیت مرکزی بسیار مهمه. یعنی روزی که پس از طی مراحل ششگانه آلترناتیو ساخته شده اعلام موجودیت میکنه حتما باید چهره مرکزی اون و نوع ارتباط تشکیلاتی دیگرون با اون شخص معین شده باشه. این امر نباید نافی وجود شبکه‌ای از تصمیم گیری و اجرا باشه. به هر حال من سخن امروزم رو در همین جا به پایان میبرم و صبر میکنم تا از نظرات شما هموندان داوطلبم برای شرکت در این بحث آگاه بشم. چرا که میخوام خودم رو آماده برنامه ریزی برای برنامه های بعدی میکنم. میخوام بدونم که آیا شما تشخیص میدید که بیشتر از این در این منزل چهارم توقف کنیم و یا بهتر وارد مرحله پنجم بشیم. ممنون. خب همونطور که میبینید ما رفته رفته داریم از مراحل بحث های نظری در مورد روند آلترناتیو سازی دور میشیم و وارد حوزه اقدامات عملی میشیم. این بحث درباره تشکیلات و سازمان به نظرم بحث بسیار جالبیه. امیدوارم برای شما هموندان عزیز و همچنین بینندگان و شنوندگان این برنامه هم همینطور باشه. اگر اجازه بدید اندیشه اولین نفری که وقت گرفته رو بشنویم، آقای بیژن آتشین جان، بفرمایید. خواهش میکنم. با درود به دوستان عزیز، در ادامه صحبت‌های آقای دکتر نوریالا من می‌خواستم یک مثال اقتصادی و سازمانی رو اول عنوان کنم. در یک مقاله اقتصادی که فکر کنم سال 2010 منتشر شده بود در دانشگاه هاروارد، چند تا از غول‌های تکنولوژی رو با هم مقایسه کرده بودن و یکی از نمونه‌های خوبشون مقایسه شرکت یاهو در سال 2006 و تصمیم گیری هایی که تو اون شرکت شد و شرکت زیراکس در سال 2001 بود که نشون میداد با توجه به تصمیم هایی که در سال 2006 در شرکت یاهو گرفته شد و بدون در نظر گرفتن کیفیت تصمیم گیری، و حالا ما میتونیم این رو در کنار اون قسمت تعریف تصمیم گیری و قدم های تصمیم گیری که آقای دکتر تو صحبتاشون اشاره کردن بهش قرار بدیم، با نادیده گرفتن یک قسمت از اونها تصمیم گرفتن که یه استراکچر رو تغییر بدن و به درآمد بهتر یا نتیجه بهتری برسن که طبیعتاً اینطور نشد و با شکست مواجه شد. و یاهویی که یک زمانی شرکت خیلی بزرگی بود خیلی افت کرد و از رقباش خیلی عقب موند. در مقابل این شرکت زیراکس با استفاده از تصمیم، یا بهتر بگیم با استفاده از تصمیم گیری به فرم خرد جمعی که انجام دادن، تونست خیلی از غروزی که داشت رو پس بده و خیلی هم تو سالهایی که با این مدل مدیریت و رهبری پیشرفت کنه. یک مثال دیگه هم که میخوام بگم، مثال تاریخی ارتش‌های قدرتمند مثل ارتش ایران و ارتش روم در اوج قدرتشون بود که وقتی وارد نبرد می شدن صرفاً یک نفر یا یک فرمانده در جناح‌های مختلف ارتش نبود. پشت این افرادی که به عنوان فرمانده در جناح‌های مختلف ارتش بودن، افراد دیگه هم بودن که اونها هم به نوبه خودشون دارای کاریزمایی بودن، می تونستن بقیه سربازها رو کنترل کنن و اگر یک فرمانده در اون جنگ زخمی می شد یا کشته می شد، به عقب منتقل می شد و فرمانده بعدی جاشو می گرفت که این ارتش به اون هدف بزرگ خودش برسه. حالا ما این رو میایم در مقایسه قرار میدیم با بحث آلترناتیو و این قسمت هایی که برای تصمیم گیری، پله هایی که برای تصمیم گیری راجع بهش صحبت شد. خب طبیعتا اگر یک شخص در اون هرم قرار گرفته باشه و تصمیم بگیره و به بقیه بخواد دیکته کنه، با از بین رفتن اون شخص، حالا به هر صورتی اتفاق فیزیکی بیفته
از طریق میدیا یا از طریق طریقهای دیگه اون شخص اون حقانیتش رو بخوان ازش بگیرن، طبیعتاً اون رسیدن به اون هدف و اون هدف هم کمرنگتر میشه. ولی اگه این تصمیم گیری باشه که صرفاً روی اون بحث تصمیم گیری در استپ اول، در قدم اول خیلی زمان گذاشته بشه، ارزیابی بشه، ارزیابی های مکرر بشه توسط افرادی که صلاحیت دارن، طبیعتاً به نتیجه مثبتی که اون آلترناتیو میخواد برسه خواهد رسید. ممنون. سپاسگزارم. خانم شبنم بدری بفهمید، خواهش میکنم. خسته نباشید خانم یاسمن، سپاسگزارم. خب آقای دکتر اشاره کردن به نظام تصمیم گیری. خب فکر میکنم تصمیمات میتونه استراتژیک باشه، تصمیمات مربوط به امور دراز مدت یا پیچیده‌تر باشه، یا میتونه تصمیم‌های کنترلی باشه، تصمیم‌های کوتاه مدت‌تر، ساده‌تر، یا حالا تصمیمات عملیاتی که خب از نظر خیلی از دانشمندای حوزه مدیریت تصمیم گیری و مدیریت هم در واقع یه جوری مترادف هستن، اما باز هم حالا چه تصمیم گیری بگیم چه مدیریت، در واقع فعله که به قول آقای دکتر نباید بی فاعل بمونه، به خصوص در کار تشکیلاتی. نکته‌ای که بازم آقای دکتر اشاره کردن در این زمینه و جزء مراحل ابتدایی این فرایند هستش، گردآوری اطلاعات. فکر میکنم اگر بخوام خب صادقانه نظرم رو بگم، باید بگم که به نظرم در اکثر اوقات حداقل تا امروز به این مرحله خیلی پرداخته نشده. یعنی شاید خیلی تصمیماتی که میگیریم مبتنی بر گردآوری اطلاعات نیست و شاید یک دلیل عمدهش این هست که منابع محدودی در اختیار داریم. یعنی مبارزان منابع محدودی در اختیار دارن. حالا این منابع میتونه مثلا تعداد مبارزان باشه، هزینه بالایی که مجبورن در راه مبارزه با حالا این حکومت جنایتکار بدن، یا اصلا منابع مالی که بسیار بسیار محدود هستش و فکر کنم باعث شده که خیلی اوقات تصمیمات به جای اینکه مبتنی باشه بر گردآوری اطلاعات، مبتنی شده بر حالا ترس هامون، قدرت طلبی هامون، یا گاهی اوقات قیاس های نادرست و حالا خیلی از عوامل روانی دیگه که فکر میکنم بیشتر تاثیر داشته بر تصمیم گیری هامون به جای که مبتنی باشه بر گردآوری اطلاعات. بعد مورد دیگه ای که آقای دکتر اشاره کردن تشخیص گزینه ها بود که فکر میکنم نکته مهمی که به نظر من در این زمینه وجود داره اینه که دقت کنیم که تمام گزینه های ممکن رو پوشش بدیم. یعنی در واقع دقت کنیم که هیچ گزینه عمدی یا غیر عمدی حذف نشه، چون این امکان وجود داره که فردی حالا نه به طور مستقیم ولی به طور غیر مستقیم بتونه اعمال قدرت کنه در فرآیند تصمیم گیری و بتونه گزینه ها یا انتخاب های رو همون ابتدا حذف کنه. یعنی اصلا اجازه نده به مرحله برسه که بخوان این گزینه ها یا انتخاب ها به مرحله رأی گیری برسن و به این شکل گزینه ها رو حذف کنه. یعنی امکان دیده شدن یا شنیده شدن یه سری از گزینه ها، مسائل یا موارد رو اصلا از بین ببره. و خب این هم موردی فکر میکنم در این زمینه باید بهش دقت کرد. مورد دیگه ای که در ابتدا اشاره شد این بود که تصمیم گیری خب میتونه و یا بهتره که به صورت گروهی انجام بشه و باز هم فکر میکنم در این حال که لازمه خوبه که تصمیمات به طور گروهی انجام بشه، شاید بد نباشه که به طور بگم که رسمی و آشکار، حداقل حالا به دلایل مختلف، ارزش رأی افراد مختلف با هم متفاوت باشه. این در این حال که تصمیمات داره به صورت گروهی انجام میشه ولی حداقل ارزش رأی ها مختلف باشه، ولی خب به صورت رسمی و آشکار، نه پنهانی. و خب فکر میکنم خیلی اوقات هم شاید در ظاهر یه تصمیم گیری داره گروهی انجام میشه ولی شاید فردی یا افرادی حالا به درست یا غلط، باز هم شاید حتی گاهی اوقات ناخودآگاه
بتونن افراد دیگر رو تحت افکارشون رو تحت تاثیر قرار بدن و در واقع به طور ناخودآگاه اونها رو مجبور کنن که رأی های رو اعلام کنن که فرد دارای مثلا این قدرت میخواد. و در واقع هم داریم اینطور میبینیم که رأی گیری داره به صورت گروهی انجام میشه، ولی خب فردی یا افرادی بقیه گروه رو تحت تاثیر حالا یه قدرتی که بگیم این بار پنهانه، قابل مشاهده نیست، غیر قابل مشاهده است، قرار داده. فکر میکنم این حالا نکاتی بود که به نظر من میشه دقت کرد بهشون که فرایند تصمیم گیری رو تا جایی که ممکنه درست‌تر انجام ببرن، انجام بدن و حالا به اتمام برسونن. مرسی، ممنون. خیلی ممنونم از شما. آقای افشین بابازاده بفرمایید، خواهش میکنم. سلام به همگی، سلام به شنوندگان و بینندگان این پادکست. نکته که در صحبت آقای نوری‌علا بود در این کلیپی گذاشته بودین، مثلا ما در حرفه تشکیلات سازی هستیم، یعنی سازمان درست کردن برای اپوزیسیون، برای رفتن به طرف ساختن یک آلترناتیو. و در حال حاضر می‌بینیم که در سرتاسر اپوزیسیون ضد آلترناتیو سازی داره کار میشه به عبارتی با بحث و گفتگوها که هستش. و خب برای ساختن یک آلترناتیو یک رهبر احتیاج داره. من فکر نمی‌کنم که شورای رهبری بتونه کار بکنه. چرا؟ به هر حال شورای همیشه شورای خواهد بود، همیشه هیئت مدیره خواهد بود، همیشه گروهی خواهند بود که در رهبری قرار خواهند گرفت. مسئولیتی مختلف دارن دیگه، یکی مسئول تبلیغات، یکی مسئول انتشارات، یکی مسئول چون دارم سخنگوی این اون آتنتیف خواهد بود. ولی نهایتا یک رهبر خواهد بود در اونجا و نهایتا همه چی به اون رهبر منتهی خواهد شد، به یک نفر منتهی خواهد شد. و این غیر قابل گریزه. در هر من اصلا نمیخوام وارد مثال های تجارتی بشم، چون اصلا داستانش فرق داره. اون چیزی در سیاست اتفاق میفته بحث سیاسی، محاسبات سیاسیه که رهبرای سیاسی باش درگیر هستن، رهبرای معمولا تجارتی با این مسئله روبرو نیستن. مثلا فکر کنیم چرچیل میدونست که آلمانی‌ها قرار بیان کاونتری رو بمبارون بکنن، یه 5-6 نفر هم مردن در یک بمبارون یک شبه، ولی برای اینکه اون عامل نفوذشون در گشتاپو لورنره گذاشت بمبارون بکنن. و خیلی جالبه این که اینا شواهد تاریخی، از این شواهد زیاده، این تصمیماتی که رهبر میگیره. و شاید احتمالاً این رهبر تصمیمشو با همراهانش گرفته، ولی باز به نام چرچیل تموم شده، نه به نام مثلا مونتگامری یا فرمانده کل ارتش انگلیس در آفریقا بود، یا فرمانده کل انگلیس در ارتش انگلیس در جنگ بود. به چرچیل تموم شد این تصمیم گیری. به این خاطر در حال حاضر مشکلی که ما الان پیدا کردیم در اپوزیسیون و بحث و بحثی که داره مطرح شده، که حتی اون گروه هایی که ساخته شدن مثلا شورای گذار هنوز نمی بگی که کی رهبرشون. همه سخنگو هستن، همه سخنگو هستن. این که نمیشه که یک نفر بود بشه صدر این برنامه، این جریان. و فکر کنین برای این تشکیل سازی دوره‌ای که ما اگه بخوایم بگیم ما در مرحله تشکیل سازی هستیم که هستیم، یه شورای تصمیم ساخته میشه. حالا برای این ساخته شد، خب همین شد، نه پیوستن به شورای گذار اگه میخواستن خیلی ملی و عملکردشون مؤثرتر باشه. و این خب این نشون نده که ضد چون رهبری وجود نداره. اما یک صدا بیاد بیرون از ایران، در ایران یک صدایی هست به نام رضا شاه روحت شاد، کشور که شاه ندارد نمیدونم چی حساب کتاب ندارد. این شعارها هست در میان مردم، تو دوهای مردم، این شعارها به طور ارگانیک، یعنی خودجوش ساخته شده و داره مطرح میشه و و و و فریاد زده میشه. و با شنیدن بانگ این شعارها، ما میبینیم این طرف وقتی شاهزاده برای یک مصاحبه میکنه، مصاحبه مطبوعی خیلی معمولی، حرفای خیلی عجیب غریبی هم نزد در این مصاحبهش واقعا. وقتی فکر میکنیم حرفای مهمتری قبلا زده بود حتی تا این مصاحبه مطبوعاتی، میبینیم اینقدر بهش توجه میشه. ولی همه دقیقا رفتن سراغ حمله کردن به این شاهزاده که یک همچین تشکیلاتی ساخته نشه، رهبری ساخته نشه. پس میبینید که نقش فرد، نقش رهبر
در جریان سیاسی به نظر من اهمیت زیادی داره. هر کشوری که انگوشش بزنیم موفق شدن و پیش ببرن یک جریان سیاسی تغییرات اجتماعی جدی رو، نهایتا به نام یک فرد تموم شده، نه به نام یک شورایی. ولی مسلما هر رهبری با خودش بسیاری افراد قابل داره که مشاوره بهش میدن، در زمینهای مختلف کمکش میکنن و راه هموارتر میکنن برای اون رهبر، سنگ روش میندازن و به این خاطر که خودم موفق میشن. خود رضا شاه نگاه بکنین، بسیاری کسایی که دور برش بودن ایده های اونها بود که داشت اجرا میشد و خب رضا شاه میفهمید که این ایده های خوبیه و استقبال میکرد و میذاشت که پیش بره این کارها. ولی همه چی به نام رضا شاه تموم شد، نه به نام کسایی که دور برش هستن. چون به ندرت اسامی کسای دیگه که دور بر رضا شاه بودن میشنوین که کیا بودن و چیکار کردن، اتفاقا کار مهمی کردن، ولی خب اون چیزی تموم شده به نام رضا شاه تموم شده. اون افرادم به طور تخصصی میبینی که ازشون سپاسگزاری میشده از نظر تاریخی. تاریخ نویسا وقتی مینویسن راجع به بانکداری، راجع به صنایع غیره، به افراد مختلف رجوع میکنن و نهایتا به نام رضا شاه تموم شدش. و ما در این مرحله که هستیم، من فکر میکنم که این مرحله مهمیه، به همین خاطر هستش که ضد این مرحله بسیار داره عمل میشه، هم از طرف سازمان های مجاهدین که تخریب بکنن، که مثلا میگن که ما این رژیم رو به رژیم پهلوی ترجیح میدیم. شما فکر کنین از این مخربتر حرف زدن وجود نداره دیگه. و بقیه جمهوری خواها و غیره که با کشوندن بحث به جاهای بیراهه، به جایی که برسن به جایی که به تشکیلات سراسری فکر کنن و از امکانات همه استفاده بکنن، امکانات خودشون همچنین و مهمتر از همه امکانات آدمی که در ایران مطرحه. و این به نظر من یک سوال مهمیه برای مرحله که الان جامعه ایران داره طی میکنه، بی رهبر بودن در اپوزیسیون. سپاسگزارم. عرض کنم که من میخوام یه خورده علیه خودمون ایرانی ها صحبت کنم و بگم که به نظر من ما ایرانی ها به کار تیمی و سازمانی گویا عادت نداریم و به نظرم زود تسلیم شخص کاریزماتیک میشیم و این من فکر میکنم یکی از موانع داشتن ساختار دموکراتیک در سازمان های ما هستش، که الان که در روزگار آلترناتیو هستیم بهتره که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشیم. حالا چرا اینو میگم؟ اولا که ما به کار تیمی آشنایی نداریم و اگر هم اندک آشنایی پیدا کردیم، هنوز فرصت این رو پیدا نکردیم که به کار ببریمش. چرا؟ برای اینکه واقعیت اینه که ما منابع بومی کمی در رابطه با این موضوع کار سازمانی و کار تیمی داریم، کتاب‌های کمی داریم که به راحتی در دسترسمون باشه، منابع علمی کمی داریم، فرهنگ و نوع تربیت ما ایرانی‌ها به صورتی هستش که کارها رو اکثرا به صورت فردی انجام میدیم. نوع نظام آموزشی ما در مورد آموزش فرهنگ تیمی و سازمانی از دبستان گرفته تا راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه و حتی پس از دانشگاه در داخل ایران یک نوع نظام آموزشی کهنه و فرسوده است و حتی اگر هم کسی باشه که دانشش رو در این مورد بالا ببره، مسلماً داره توی یک جمعی کار میکنه که نمیتونه اونها رو به کار ببره. یعنی ما مدیری نداریم که بتونه این موضوع رو مدیریت کنه، بنابراین ما آموزش ندیدیم این رو. واقعیت اینه، حالا خیلی میخوام من شاید دارم خیلی منفی صحبت میکنم، ولی اکثر ماها واقعیت اینه که کمتر مسئولیت پذیر هستیم، بیشتر ظاهرساز و ریاکار هستیم، بیشتر حسادت میکنیم و تصور میکنیم که ما داریم زحمت میکشیم، فلانی داره استفادهشو میبره، چشمنداز و دیدگاه روشن و واضحی نداریم از هدف سازمانیمون. تا حدود زیادی خیلی ها خودمحور هستیم در همین جمع اپوزیسیون. همه فکر میکنیم خیلی حرفه‌ای هستیم، فکر میکنیم که من همه کار رو انجام میدم، این نظر منه که درسته. خودمحوریم، فکر میکنیم که من تحلیلگر سیاسی هستم، همه اشتباه میگن، من درست میگم. و از همه بدتر گرایشمون به رهبری کلاسیک و نه رهبری از نوع رهبری مشترک که الان خدمتون عرض میکنم خیلی زیاده. یعنی تسلیم شخصیت کاریزماتیک شدن اصلا توی باور مرکزیمون هست، مگر اینکه خیلی مراقب باشیم که واردش نشیم. اما آقای دکتر نوری، الان شما اشاره کردید به موضوع اینکه
که نظام تصمیم گیری که آیا تصمیم گیری توسط یه نفره یا اینکه با تقسیم وظایف صورت میگیره. من داشتم یک مطلبی رو میخوندم، تفاوت بین، اگر فارسیشو بگم، رهبر قوی در مقابل رهبری مشترک، که بگذاریم از این که یک بحثی هستش که باید شاید بیشتر باید راجبش مطالعه بشه و اگر لازمه راجبش بحث بشه، ولی فکر میکنم شما منظورتون همون مبحثی هست که من الان دارم عرض میکنم، تفاوت بین رهبر قوی یعنی strong leader در مقابل رهبری مشترک یعنی shared leadership، که مدل های اصلی رهبری هستن که در 50 یا تا شاید تا 100 سال اخیر مورد بحث هستن. و اینکه مثلا اگر مثالی بخوام از این نوع رهبری بزنم، میشه در ساختار حکومتی دموکراسی های مدرن این نوع رهبری رو مشاهده کرد، که به جای اینکه یک شخص مثل یک پادشاه یا یک رهبر مستبد تمام قدرت تصمیم گیری رو داشته باشه، قدرت بین شاخه های مختلف حکومتی تقسیم میشه و حالا اون میتونه رئیس جمهور باشه یا نخست وزیر که تصمیم نهایی رو میگیره. عرض کنم که امیدوارم من اشتباه نکنم و امیدوارم به من نگید که خیلی بدبین هستی، ولی من فکر میکنم که مشکل اصلی ما از همه مهمتر همین هستش که عرض کردم. اما نفر بعدی که وقت گرفتن، دوست دارم آقای دکتر نظر شما راجع به این صحبتی که عرض کردم بدونم. خب ببینید، من فکر میکنم که شما دارید به یک جنبه ای از کار اجتماعی اشاره میکنید که میشه گفتش جنبه فرهنگی قضیه است، یعنی که اجتماعات بشری به هر حال یه فرهنگی هر کدومشون دارن که در اون فرهنگ مسئله کار گروهی هم به صورت سنتی تعریف شده است و عمل میکنه. خب این یه امر واضحیه که جامعه ما جامعه، حالا به قول دیگران مثلا جامعه شبان، رمگی بهش میگن، یعنی یه شبان وجود داره و بقیه رمه. البته مثلا در مسیحیت هم به عیسی میگفتن شبان است و بقیه رمه. یا تشکیلات خانقاهی ما که یه پیر و مرید و مراد وجود داره، یا عرض کنم که در روحانیت ما مرجع تقلید وجود داره و بقیه مقلد هستن، به این معنی که قلاده گردنشون انداختن و اون مرجع تقلید هر جا که بخواد اینا رو میتونه ببره. یعنی ساختار فرهنگی ما لااقل بعد از اسلام، حالا قبل از اسلام رو کمتر مطالعه کردیم که چگونه عمل میکردن، اما بعد از اسلام این مشخصه که ساختار تشکیلاتی از نظر فرهنگی که نگاش بکنیم اینجوریه که معمولا یه کسی جلو میفته و بقیه به دنبالش حرکت میکنن و بین اون رهبر و بقیه هیچ نوع تعاطی افکار، این که این چیزی که ما اسم اتاق کار خودمون گذاشتیم هماندیشی، و با هم میاندیشیم به یه مسئله تا بتونیم مثلا یه تعریف معینه ازش پیدا کنیم، توی جامعه ما خیلی کم سابقه است دیگه. و همش امید اینه که نسل‌های جوان‌تر بتونن از این قضیه دور شن و بپیوندن به قافله اونهایی که معتقده به خرد جمعی هستن، به هم‌اندیشی هستن. این اصلا نافی سلسله مراتب نیست، یعنی که به هر حد تشکیلاتی یک هرمی داره، یه سلسله مراتبی داره و اون در رأسش هم یکی میشینه که حالا اون رأس یا عرض کنم که انتخابیه یا به هر صورت روی شایسته سالاری هر چیز دیگه به اون بالا رسیده. ولی نشستن در بالای هرم به معنی نیست که هرچی من گفتم شما باید قبول بکنید، بلکه به معنی اینی که من میتونم منعکس کننده دهش و نظرات همه شماها باشم و بتونم اینا رو جمع‌بندی بکنم به صورت یه فرمول معینی، یا سخنگوی مثلا شما باشم در جمع دیگه. مشکل در اینه که رهبر، راهنما، شما نگاه بکنید که مثلا راهنما یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کسیه که یه راهی رو رفته، کوچه پس کوچه هاشم بلده، حالا یه جمعیتی رو انداخته جلو خود پشت سر خودش و داره جلوی اونها حرکت میکنه. این هم‌اندیشی نیستش، بلکه
ابلاغ یک تجربه‌ایه که یه فردی کرده و داره به بقیه عمل میکنه. کدومشون درسته؟ من فکر میکنم ملغمه ای از هر دوتا اینا درسته، یعنی که هم باید سلسله مراتب رو رعایت کرد، هم بر اساس شایستگی سالاری اون سخنگو رو یا اون کسی رو که بلیغتر میتونه نظرات جمعی رو بیان بکنه کرد، ولی نگذاشت که او متکلم واحد باشه و هرچی که اون گفت رو ما رعایت بکنیم، بلکه این باعث میشه که ما سلب علاقه بکنیم، مسلوب العلاقه به اصطلاح بشیم نسبت به کار دست جمعی که داریم میکنیم. هر چقدر که ماها تک به تک مالکیت خودمون رو احساس بکنیم، دهشمون هم بالاتر میره و میتونیم به این جمع به صورت دلسوزانه فکر کنیم و راه حل ادامه بدیم که اگر مورد توافق بقیه هم قرار گرفت بشه نقشه ایران. بها من تصدیق میکنم مطالبی رو که شما فرمودید. خیلی ممنون. ببینیم که نظر سایر دوستان چی هستش. آقای شمس‌الدین دارابی بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی از شما. خدمتتون عرض شود که من درسایی که از این ویدیو میگرفتم و خدمتتون عرض میکنم. ما همونطور که میدونیم در دوران روزگار آلترناتیو هستیم. بحث این هفته ما مربوط به نظام تصمیم گیری تشکیلات و تقسیم وظایف هستش. امروز شاهد هستیم بعد از سالها سردرگمی اپوزیسیون خارج از کشور، اپوزیسیون به نظر من داره شکل میگیره، چرا که در سالهای قبل وارد همون توی دوران افشاگری مونده بود و کار دیگه ای نمیتونست بکنه، فقط بگه اینا اینجوری هن اونجوری هن فلان هن. اما بعد از سال 88 و اتفاقاتی که افتاد یک فاز دیگه اضافه شدش و از اون مرحله دیگه گذر کردش که گفتمان سازی بودش و گفتمان سکولار دموکراسی امروز در اپوزیسیون شکل گرفته و همه اونایی که حتی اگه باطنن به سکولار دموکراسی اعتقادی هم نداشته باشن، اونها میگن ما سکولار دموکرات هستیم و به نظر من مردم ایران هم همین درخواست رو دارن و طبق اون ویدیویی که آقای دکتر گفتن، پس ابتدا تعریف خودمون رو میکنیم، ما تصمیم گرفتیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم. در ایران یک حکومت مذهبی استبدادی حاکم هستش، پس آلترناتیو یک حکومت سکولار دموکرات هستش. بعد از تعریف کردیم باید بریم اطلاعات مربوط رو گردآوری بکنیم که چه آلترناتیوهایی وجود دارن و مطالعه بکنیم. امروز می‌بینیم آلترناتیوهای خیلی زیادی هستن، مثل کمونیست ها، مثل مجاهدین، مثل ملی مذهبی ها یا گروه‌های دیگه‌ای که به حرف میگن اما واقعا ما میدونیم که اینها نه به سکولاریسم یا نه به دموکراسی، یکی از این دوتا پایبند نیستن، که بعد ببینیم آیا این تعاریفی که دارن با تعاریف ما همخونی داره یا که باز دوباره گرفتار یک حکومت دیکتاتوری دیگه هم نشیم. بعد از این که اینا رو تشخیص دادیم ببینیم کدوم گزینه بیشتر کاهان هستش که مردم اونو بیشتر میخوان. مردم درست تو ایران الان شعار میدن، البته بخشی از مردم، که ما رضا شاه روحت شاد یا شاه ایران برگرد به ایران، اما اون چیزی که میبینیم بیشتر مردم یک حکومتی میخوان که میگن، از اون طرف هم شعار میدن توپ تانک فش فشه آخون باید گم بشه. این به این معنا هستش که یک حکومت غیر دینی میخوان. بعد به نظر من آلترناتیوی که الان حاکم هستش آلترناتیو همین یا همین گفتمان سکولار دموکراسی هستش که باید اقدام بکنیم و تشکیلات سازی بکنیم با گروه هایی که با ما همسو هستن رو پیش رو داریم، با اونا کار تشکیلاتی رو انجام بدیم. سپاس از شما. خانم سارا فرزان بفرمید، خواهش میکنم. خب اگر تعریف در تعریف تشکیلات ما بگیم مجموعی از انسان‌ها که برای رسیدن به یک هدف که اون هدفشون میتونه هدف‌های کوتاه مدت، دراز مدت و میان مدت باشه، اینها دارن تلاش میکنن بر اساس یک استراتژی‌هایی و یک تاکتیک‌هایی به یک نتیجه مطلوب برسن، اون موقع خود این در واقع تشکیلات دارای یک سری ویژگی‌هایی هستش که از جمله این ویژگی ها اینه که این انسان هایی که در این مجموعه جمع میشن ضرورت داره که در واقع هماندیش باشن
این که تشکیلات زومراتبه، سلسله مراتب درش تعریف میشه، هرچند خرد جمعی وجود داره، اما در نهایت باید یک رابطه معناداری بین ساختار و لایه‌های مختلفی که در این تشکیلات وجود داره یا همون چارت سازمانی به اصطلاح که میخواییم برای تقریب به ذهن ازش استفاده بکنیم باید وجود داشته باشه، که در عین حالی که یک خرد جمعی هست ولی در نهایت به یک رأسی ختم بشه که اون رأس هم بتونه نظر نهایی رو به عنوان سخنگو بگه. اگر بخوایم اینطوری نگاه بکنیم اون موقع میگیم که یک تشکیلات دو بال و دو در واقع محور اصلی هست که تشکیلات رو جلو می‌بره. یکی انسان‌ها و آدم‌هایی که تو این تشکیلات کار می‌کنن، یکی برنامه‌ای که این تشکیلات رو می‌تونه در واقع جلو ببره. برنامه و انسان‌ها، هر تشکیلات برای رسیدن به هدف خودش به دو عنصر انسان و برنامه نیاز داره. تشکیلاتی که علاوه بر هدف‌های داخلی خودش داره یک سری اهداف در واقع بیرونی که همون تربیت اعضا هست فکر میکنه. در بخش انسان ما میتونیم جذب رو بگیم، شناسایی رو بگیم، تثبیت نیروها رو بگیم، به کارگیری انسان ها رو متناسب با تواناییشون بگیم، و در بخش برنامه ریزی میتونیم هدف گذاری رو بگیم، اجرا رو بگیم، ارزیابی رو بگیم، تصمیم سازی رو بگیم، که خودش خیلی جالب دکتر به نوعی یک روش علمی رو در بحث تصمیم سازی مطرح کردن و اصلاح و برنامه در واقع بهبود، فرایند بهبود مستمر یا همون بازیابی. من وقتی داشتم روی بحث تشکیلات فکر میکردم یا بیشتر مطالعه میکردم به این ذهنیت رسیدم که در اون شش مرحله‌ای که ما در واقع مطرح کردیم برای ساختن آلترناتیو، بخش تعیین هدف و تعیین منابع حقانیت ما شاید در بخش یک مانیفست یک پروژه قرار بگیره و بخش گسترده، بخش تشکیلات سازی و گسترش عضویت ها در بخش های بعدی قرار بگیره. چرا که ما در بخش تشکیلات سازی هستش که به عضویت ها و شناسایی انسان ها و نیروهای هماندیش میپردازیم. اینجاست که من فکر میکنم دو نکته خیلی مهم در این مقطع زمانی برای آلترناتیو سازی و اهمیتش برای نیروهای اپوزیسیون خیلی هایلایت هست و خودش رو داره نشون میده، و اون هم بخشی هستش که ما در واقع به هماندیشی، ما امروز نیاز به این داریم که این هماندیشی رو تقویت بکنیم که در واقع نیاز داره، و این نقش های مکملی که در تشکیلات یک تشکیلات تلاش میکنه نقش های مکمل بسازه. حالا اگر اپوزیسیون قبول بکنه و در این مقطع زمانی این هماندیشی رو تقویت بکنه و نقش های مکمل بسازه، اون وقت در یک چارچوب و یک ساختار یا یک چارت سازمانی ما میتونیم همون خرد جمعی رو بهش تحقق ببخشیم و هم اون نماینده خرد جمعی که در رأس هرم قرار میگیره. من فکر میکنم بحث خیلی جا داره که ما در یک جلسه به این مسئله بیشتر بپردازیم و ضرورت و اهمیت تشکیلات رو به عنوان پاشنه آشیل آلترناتیو سازی مورد توجه بیشتر قرار بدیم. سپاسگزارم. از اونجایی که پاشنه آشیل آلترناتیو سازی تشکیلات سازی هست و شاید به خاطر وجود ماهیت تشکیلات هستش که از این ناحیه بیشترین ضربه رو آلترناتیو سازی در این سالها خورده، من فکر میکنم این جلسه و شاید لازم باشه یک جلسه دیگه ما در رابطه با ماهیت تشکیلات صحبت بکنیم و چرا این کتاب امروز این تشکیلات سازی در این حوزه آلترناتیو سازی موفق نشده و چرا گروه ها و جریان های اپوزیسیون نتونستن در واقع در کنار همدیگه به یک آلترناتیو مطلوب دست پیدا بکنن. شاید علت اصلی این مسئله ماهیت تشکیلات